بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان و علاقمندان به بحث تجارت. من مشتبه میرزاپور هستم، یکی از مدیران استراتژی شرکت آراد، و تو این فایل قصد دارم در مورد تجارت الکترونیک با شما صحبت بکنم. بازاریابی به صورت کلی به دو شکل تقسیم میشه یا به دو روش انجام میشه. روش اول یا روش سنتی به این صورت هست که ما باید یک جنسی رو تهیه بکنیم، بخریم یا تولید بکنیم و بعد از این که این کار رو انجام دادیم شروع کنیم به بحث بازاریابی و فروش اون کالا. تو روش سنتی چه اتفاقی میفته؟ تو روش سنتی ما باید به بازارها و یا فروشگاه‌هایی که اون کالا عرضه میشه و فروخته میشه مراجعه بکنیم و بعد از مذاکره با خریداران یا فروشنده‌هایی که قرار این کالا رو بفروشن، این کالا رو بهشون بفروشیم. و خودتون هم میدونید این روش دارای یک سری معایبی هست. معایبش چیه؟ معایبی مثل هزینه بالا برای خرید یا تولید اون کالا، خرید مواد اولیه، هزینه های تولید، هزینه های انبارداری، بحث بازاریابی یا ویزیتوری اون هست که ما باید افراد مختلفی رو بفرستیم که این کالا رو بازاریابی بکنن تا بخوان اون رو بفروشن. اما روشی که ما قصد داریم در موردش صحبت بکنیم روش نوین یا روش تجارت الکترونیکه. تو روش تجارت الکترونیک کار به مراتب راحت تر میشه، از این بابت که ما احتیاجی به تولید و انبار اون کالا نداریم. ما اول میایم توی فضای اینترنت یک زیرساخت هایی رو درست میکنیم و شروع میکنیم برای کالای خودمون تبلیغ کردن. این تبلیغ کردن تو مقیاس با روش های سنتی بسیار هزینه کمتری داره. تو روش های سنتی ما باید از رسانه ها استفاده بکنیم که هزینه تبلیغ بسیار بالایی دارند، یا بیایم از بیلبورد ها و تابلوهای تبلیغاتی استفاده بکنیم که بر اساس میزان نمایشی که دارند هزینه نسبتاً بالایی دارن. اما تو روش تجارت الکترونیک و زیرساخت‌هایی که برای تبلیغات توی این روش استفاده میشه، ما هزینه‌مون به مراتب پایین‌تر و هدفمندتره. از چه لحاظ هدفمندتره؟ یعنی اینکه ما میایم این کالا رو تبلیغ می‌کنیم و کسانی که دنبال خرید کالای مورد نظر هستند میان و جستجو میکنن تو فضای اینترنت و ما رو میبینند. ما برای اینکه بخوایم یک تجارتی رو راه اندازی کنیم و انجام بدیم میتونیم به دو روش عمل بکنیم. یا بیایم به صورت عمده کار بکنیم و کالایی که داریم رو به صورت عمده بفروشیم، یا به صورت تک فروشی یا خرده فروشی انجام بدیم. تو روش خرده فروشی چیزی که مقبول هست و مردم علاقه دارند یک روش رباتیه یا رفتار رباتیه. ما باید یک زیرساخت یا یک سایتی ایجاد بکنیم که به سایت های فروشگاهی معروفند و عکس کالا و مشخصات کالای خودمون رو درون اون سایت قرار بدیم و کسانی که این کالا رو سرچ میکنن و ما رو میبینن وارد سایت ما میشن، کالای مورد نظر خودشون رو اونجا میبینن، مشخصاتش رو مطالعه میکنن و از طریق سایت اقدام میکنن به خرید اون کالا و عملا هیچ ارتباط و هیچ مذاکره ای رو با ما به عنوان فروشنده انجام نمیدن. این سایت هستش که این کارها رو انجام میده. همه کارها توی فروش، یعنی مراحلی که
مشتری باید کالا رو ببینه، از مشخصاتش، از قیمتش آشنا بشه و بعد از اینکه این کالا رو تایید کرد و مشخص کرد که میخواد این کالا رو خریداری بکنه، اون وقت از طریق همون سایت و زیرساخت‌هایی که برای بحث انتقال پول برای اون کالا هستش رو از همونجا میتونه انجام بده، عملیات پرداخت رو انجام میده و بعد از اینکه این کار رو انجام داد، اون وقت ما این کالا رو بر اساس روش‌هایی که وجود داره مثل استفاده از پست یا استفاده از روش‌های دیگه مثل حالا تیپکس و سایر روش‌هایی که وجود داره، این کالا رو براش ارسال می‌کنیم. بس متوجه شدید که تو روش تجارت الکترونیک و خرده فروشی عملاً ما هیچ مذاکره‌ای رو با مشتری‌هامون انجام نمی‌دیم و سودی که از این راه به دست میاد در مقابل روش عمده فروشی به مراتب سود بیشتریه، اما ما نباید انتظار فروش بالایی رو داشته باشیم. تو این روش فروش هامون کمتره، اما به نسبت سود بیشتری رو میتونیم دریافت کنیم. امیدوارم که نهایت استفاده رو برده باشید و تا فایل های بعدی و آموزش های بعدی، خدا نگهدار.